شب با هم بیداری. روز و شب با هم بیداری. کار جرها بای دنیا چوچتی امروز و فردا، چون که ما امروز پیرونی با ابد پیروزی با ما، تا 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 ابد پیروزی با ما. چی شده با درت در راه انداختی؟ نه بابا فرهاد کودتون کرده. خیال میکنه شبا بره درد بخونه میتونه کارگر رو رکار میکار کنه؟ یالا بره تر سالون آقای رئیس میخوا با هاتون صحبت کنه. یالا بجام بره فرهاد با تو هم، فرهاد با تو هم این هشت نفتی بلا چردم اگه کوری با تو هم. چی فرمودین؟ مگه نشنیدی من صدات کردم؟ کی منو صدا زدی؟ بابا من که انجرم باره شد. خب بده بخیهش بزنم، من که چیزی نشنیدم. داد زدن نمیخواد، ملایم بگو برو آدم میره. حضرت آقای محسن بفرمایی ته سالون. بابا بلندتر بگو آدم بشتا بابتا باره ته سالون. خیلی خب داد چرم زدی رفتم. گوش کنین کارگران عزیز، سال قبل در اثر سعی و کوشش شما کارخانه ما در بین تمام کارخانه های سردار اقتدار مقام اول را از حیث محصول به دست آوردیم و حالا به شما مژده میدم که زحمات شبانه روزی شما باعث شد که از طرف جناب سردار برای من پاداش و اضافه حقوق برسه. نفهمیدم، زحمت شما کشتیم پاداش و اضافه حقوقش برای شما رسیده؟ خیلی مسخره است. بله فرقی نمیکنه، من تشویق بشم مثل اینکه شماها شدین، من پاداش بگیرم مثل اینکه شماها گرفتین، من اضافه حقوق بگیرم مثل اینکه ما گرفتیم. شما چلو چا بخورین مثل که ما خوردیم. ما خفه بشیم مثل که آقای رئیس خفه شدن. چی شد؟ کی بود؟ هیچ آقا، گفتیم ما شما یکی هستیم، فرق نداریم که. بله کاملا درسته. بله. و برای اینکه مجددا بتونیم مقام اول رو به دست بیاریم، شماها باید فداکاری بکنین و روزی دو ساعت بیشتر کار کنین. اضافه کارش با کیست؟ اضافه کارش آقای رئیس میگیرن مثل که ما گرفتیم. آقازادش رو میفرستن اروپا تحصیل کنه مثل که ما میریم تحصیل بکنیم. اگه یه هفته دیگه اخلال کنی اینقدر میذارم که بیمیری. ما بیمیریم مثل که آقای رئیس مردن. فرهاد بسته دیگه، اگه زیاد فضولی کنی دستور میدم اخراجت کنن. مگه بی خودیست؟ نمیتونه اخراجم بکنی. من رفتم درس خوندم که طبق قانون کار بتونم از حق خودم دفاع بکنم. زحمت شما میکشیم، اضافه حقوقش شما میگیرین، او میگین مثل که شما گرفتین، تازه میخوام بیرونم بکنین، زیر اومدی قرب سبت. خبشو حسابشو بکنیم از زیرش بیرون. یالا یالا دیدیدش، شما نمیتونی منو بیرونم بکنین. 14 سال تو کارخونه کار میکنم، زحمت بکشم، میرم تهرون به سردار اقتدار شکایت بکنم. بابای من اونجا هم کاره است، باقمونش ایاب جلا. همه چیز به سردار اقتدار میگم. من سردار اقتدار صاحب این کارخانه هستم و به شما امر میکنم نباید انقدر به کارگر مرخصی بدید. اگه به کارگر رو بدید از زیر کار در میره، تنبل میشه و
من شما رو مدیر این کارخانه کردم که به نفع من کار بکنید، نه به نفع کارگرا. ولی اون دو نفر کارگر مریض بودن و باید استراحت میکردن. یعنی چه؟ مگه من استراحت خانه باز کردم؟ هر کس مریض شد بندازیدش بیرون. برید تو شهرستان از مدیرای کارخانه های من یاد بگیرید که چطوری از کارگرا کار میکشن. تا روزی که من رئیس این کارخونه هستم هر کارگری که مریض بشه بیرونش نمیکنم، بلکه کمکش میکنم که معالجه بشه. پس بفرمایید شما به عوض اینکه رئیس کارخانه من باشید وکیل مدافع کارگرا هستید. در این صورت بهتره یک شغل دیگه برای خودتون انتخاب کنید. من ترجیح میدم همیشه بیکار باشم، ولی به دستور شما و امثال شما خون کارگرا رو تو شیشه نکنم. بفرمایید. جناب سردار، من از اول میدونستم این جوانای فرنگرفته به درد مدیریت کارخانه نمیخورن. اگه اجازه بفرمایید من مدیر کارخانه بشم تا ببینید چطوری پوست کارگرا رو الفتی میکشم بیرون. پیشنهاد خوبیه، ولی من پیشنهاد بهتری برای چه پیشنهادی قربان؟ برو بمیر. اینقدر سنگ برادرت سردار اقتدار به سینه میزنی؟ میخواستی بهش بگی اگر شما نده زندش نمیذارم. پسر برو دست بردار، برادرم دخترشو به تو نمیده. زمین تا آسمون با هم فرق داره. آخه چطور ممکنه برادرم دخترشو به یه آدم قمارباز و لاوبالی مثل تو بده؟ از یه پدر دامون خان توقع داشتی چه به سری به وجود بیاد؟ زرواز از حسادات بیشتر به الکل بنا میبردی، هیچ توجهی هم به من نداشتی. مسئول بدبختی من تو و عموم هستین. اما من نمیذارم سردار راحت زندگی کنه. هم دخترش مال منه، هم ثروتش. چی کار میخوای بکنی؟ تو عرق تو بخور تنه لش. ملاحظه بفرمایید قربان، محصول امسال نسبت به سال گذشته دو برابر شده. در این قسمت محصولات رو بسته‌بندی میکنن و بلافاصله برای توزیع بین فروشندگان آماده میشه. تو سردار دادیم سوارشو بریم دنبالش. برید کنو، برید کنو، جو سردار نشور. با این سرعت اگه لاستیک بتره که ماشین چند تا ملق میزنه خود به خود مخش میاد تو دهن. رویسه مسئولیتی هم برای هیچ کادممون نداری. سعی خودمو کردم ولی حالش خیلی خطرناکه. باید سلامتیشو از خدا بخواید. سرنگو بده من. مرسی. جناب سرور ممکنه ازتون بپرسن که حالش نمیدونم آقای اون. خواهش کردم آقای اون. آقا تو خواهش بگم بفرمایید. خواهش بریم بفرمایید. همینجوری گردم.
کمی نارکی قلبی داشت. باید هم خدا که بستنی باشه. بفرمایید. متشکرم. ببخشید آقا، اینجا چه خبره؟ سردار اقتدار سرمایه‌دار معروف سنگکوب کرده. چی کوب کرده؟ سنگکوب کرده، یعنی سکته کرده. مرده؟ نزدیکه. اینا منتظرن ببینن طرف کی میمیره، برن زودتر خبرشو چاپ کنن. ای وای، من باشون کار داشتم. کاش دو سه روز مردنشون عقب مینداختن. چه کارشون داشتی؟ یه عرضه داشتم میخواستم بدم خدمتشون. بهتره تبرش کنی یه بار که بفرستشون دنیا. به شرط که نامه رسونش هم خودتون باشین. چه؟ ده بله. آقا جون نمیشه بری تو. ای من مادر همه کنم. بابا میگه کار میکنه. آقا جون بفرم کجا میره؟ این چو چک بار گم شو. مگر اون سردار سنگکوب کرده. بفرم اطرافیا برن. اطرافیا برن. ببینم بابا چه بوی خوبی میدی؟ آره بابا داشتم کود میریختم پای گلا. خب چطور شد من غافل اومدی تهرون؟ چی بی خودی از کارخونه بیرونم کردم اومدم دوتا بریم پیش سردار شکایت بکنیم. اوه تو هم عجب موقعی رو انتخاب کردی. سردار یه پاش این وره گورز یه پاش اون وره گورز. شنیدم چرا اینطور شده است؟ کم به مردم ظلم کرده است؟ هرچی هست نتیجه عملی خودشو میبینه. خب پسرم من برم موتورو خاموش کنم، بعد بیایم بشینیم یه چایی با هم بخوریم که خستگی در بره. های داری چایی درست کن. آب چایی برو بابا، برو چایی درست کن. دیدی من پسه مشهد رو با آقو بولم. دخترم. بله. بیش. بله پدر. حس میکنم دیگه چیزی به آخر عمرم نمونده. مردنیم. پدر این حرفا چی؟ شما خوب میشی؟ دیگه از خوب شدن من گذشته. دلم میخواد این دم آخر عمری خیالم از طرف تو راحت باشه. من دشمن زیاد دارم. دشمنای من بعد از من مزاحم تو که تنها وارثم هستی میشن. تو میگفتی مرد با ارزشی رو دوست داری، میخوای باهاش ازدواج کنی. این مرد قابل اطمینان هست؟ بله پدر جون. به خودت علاقه داره یا به ثروت من؟ اون به ثروت ما احتیاج نداره. پدر خودش یکی از ملاکین بزرگه. قرار بود همین روزا بیاد خدمت شما و من از شما خواستگاری بکنه. خیلی خوشحال شدم دخترم. همین حالا برو بیارش اینجا. میخوام دست تو رو بگذارم تو دست اون. پدر اگه اجازه ببین من میترسم دیر بشه. برو. آخه گفتم برو بیارش. چشم پدر، حالا تلفن میکنم بیاد. دکتر نفسم در نمیاد. اکسیژن خانم پرستار. بله اومدم. شیر اکسیژن رو باز کن. شیراز برمیگرده؟ چه امروز پیداش؟ متشکرم.
نمیدونم خانم، پدرتون منتظر جوابش زن. خب تلفن زدم بیاد دیگه. دکتر میگه هیچ امیدی نیست، شاید تا چند لحظه دیگه. خانم نذارید پدرتون مایوس و ناامید از دنیا بره. تو رو خدا راحتم بذار. سلام دخترمو، کیو میخوای پیدا کنی؟ شاید دنبال من میگردی. آرزو به دلمون که دفعه دخترمون به حرفای من جواب بده. خب عموم حالش چطوره ها؟ چطور شد حالا که پدرم دم مرگی اومدی دیدنش؟ بر اینکه بعد از مرگش کسی که بعد از تو مواظبت بکنه منم که پدر من هنوز نمرده و هیچ احتیاجی به مواظبت تو ندارم. تو چه بخوای چه دوست دارم. بلم کن بذار ببوستم عزیزم. بلم کن، من داد میزنم تو خونه ای که مریض بلم کن. بارو گوش لال پتی خوشو ترکی بده برم شما. آقای گردن کلوف، زوره فقط به این لاله و به این ضعیفه رسیده است. زورم به تو گردن نازک هم میرسه. نفهمدم حالا که این گردن نازک شد تبرم نمیدازدش. اما من میدازم. یکی دیوه زمینی یکی دیوه زمینی دیگه بسه برو گمش دار. نه ترسی، باز گرفتیم لاله. بایسته بینم دیگه بلدی بکنم خده. دیدی گفتم گردن رو تبر نمیندازه؟ اصلا تو چی کاری؟ خودت چی کاری؟ من همه کاره. منم هیچ کاره؟ من پسرم اوی مهتابم. تو غلط کردی؟ ما خود به خود با هم نام زدیم. عقد ما رو تو آسمونه بستن. عقد ما رو هم تو زمینه بستن، درسته؟ آه خدا رو شکر نامزدتون به موقع رسیدن. سلام علیکم. سلام علیکم قربان. سلام کجل خان، حالت خوبه؟ چشمت گوشه. پس نامزد مهتاب تو نسناسی؟ پس خیال کردی تو رقاصی؟ رقاص؟ آه خواهش میکنم عموتون مریضن، رعایت بفرمایید. خیلی خوب، مون مریضه حرفی نمیزنم. منم چون فعلا پدر نامزدم مریضه حرفی نمیزنم و الا پدر رو در میآوردم. بالاخره معلوم میشه کدومون نامزدیم. من نامزدم. آه خیلی متشکرم که کمکم کردی. قابل نداره خانم. مهتاب خانم، حالا جایی حرفا نیست، پدرتون میخواد نامزدتون رو ببینه. بله مرتب سراغ شما رو میگیرن. خیلی خوب، پس بیاییم بیاییم. نایش میکنم. نا کدوم خریه؟ سردار میگم کجا من رو بریم؟ آقا پدرم هرچی زودتر شما رو ببینه. اتفاقا منم با پدرتون کار دارم، میخواستم ببینمشون. شما ها بریم به پدرم اطلاع بدین که من الان با نامزدم میایم خدمتشون. نفهمیدم، فرمودین نامزد؟ بله الان خودتون گفتین. من به گروه پدرم خندیدم. من خواستم شما از شر اون نره خر خلاص. نین آقا تا حقیقت رو براتون بگم، پدر من داره میمیره. خدا رحمتش کنه. آخرین آرزوش اینه که قبل از مردنش دست منو بذاره تو دست نام زدم، اما متاسفانه اونم رفته مسافرت. میترسم پدرم با وجود اینکه از پسرم اون بدش میاد از شدت ناراحتی راضی بشه من با پسرم اون عروسی کنم. خب میفرما من چیکار بکنم؟ میخوام از شما خواهش کنم به خاطر کمک به من فقط چند دقیقه نامزد من بشین. باشه میشه. چی؟ نامزد شما بشم؟ بله فقط چند دقیقه. خیلی خوبه، اگه اجازه بدین این خدمت برای همیشه انجام بدم. متشکرم، اما آخه من بهرام نامزدم و دوست دارم. خوب قبول کردی؟ پس ما فقط چند دقیقه کمکی باشیم. خیلی بریم. خیلی متشکرم. بریم جناب سردار منتظر من. آخه لباسامو مهم نیست، شما خود به خود آقایی ببینم این مزل هر دم چیه. همجاش همینجا آره اینجا خواهش کنم زودتر تونتر خود این خواهش. مگه چی شده؟ هیچی، یه خود حالشون خرابی. پدر جون آوردمش. سلام علیکم. بیا جلو پسر.
بیا. چش قربون. بیا. وای اجده هفت سفر بباش. سلیقه خوبی داری دخترم. از ظاهرش پیداست که جوان برومندیه. باطنم برومندست. یعنی ظاهر باطنم یکیه. پس میخوای بگی غالبا دخترم رو دوست داری؟ من که همچه غلط کردم؟ من دختر شما رو میپرستم، میمیرم براش. بنشین. چشم. خب یک کمی از خانوادت تعریف کن. خانوادم؟ بله. کدوم خانواده؟ از پدرت؟ از مادرت؟ والا مادرم عمرش داده به شما، اما پدرم هنوز نداده به شما، بعدم میده به شما. مهتاب میگه شما از خانواده ثروتمندی هستید، پدر شما ملاکه؟ نخه دلاک نیست؟ بله منظورش اینه که ملاکه. آره بله بله. درآمد ماهیانه پدر در حدود چقدره؟ دویست پنجاه تومنه است. 250,000 تومن؟ 250,000 تومن؟ نخه قربان منظورم. شکست نفسی نکن پسرم، ما میلیونرا بایستی مقدار ثروت خودمونو از دیگران مخفی نگه داریم. دخترم به این حسن انتخاب تبریک میگم. خب بازم از زندگیت برام تعریف کن. چی بگم قربون؟ اینقدر به من نگو قربان. تو مثل مهتاب منو پدرم صدا کن. فهمیدی پسرم؟ بله پدرم. حالا پدرت کجاست؟ کدوم پدرم؟ اون پدرت. اون پدرم الان تو باغ است. تو باغ؟ بله اون همیشه تو باغ و ملک و از اینجور جاهاست دیگه. پدرت چقدر زمین داره؟ کدوم پدرم؟ اون پدرت. اون پدرم اونو تو تقریبا دو میلیون هکتار. بگو دیگه چرا خجالت میکشی؟ بله 2,000,000 هکتار به غیر از کلی باغ و ماغ و 2,000,000 هکتار؟ اون وقت من بیچاره فقط 15 تا کارخونه دارم. چقدر چم بیچاره؟ دلم برای بابات میسوزه. خب حالا مطمئن شدم که دخترم رو برای خودش دوست داری پسرم. بله پدرم. حالا وقتشه که اسرار زندگیمو برای تو که داماد آیندم هستی بگم. نه لزومی نداری چیزی بگی. چرا نگم؟ بیا جلو پسرم. چشم پدرم. من اونو خواسته بودم که اسرار زندگیمو بهش بگم که بعد از من بتونه ثروت تو رو نگهداری کنه. پدر شما نباید این کارو بکنی. چرا؟ آخه این اونطور که شما فکر میکنین نیست. این از اونی که من فکر میکردم خیلی هم بهتره. آخه اینقدر ناراحتشو نکن عزیزم، مریضن. بفرمون پدرم. این انگشتر اجدادی ماست، نسل به نسل گشته و حالا متعلق به تو. بگیر دخترم. خودت دست نامزدت کن. پدر جون این انگشتر براش تنگه. ببینم چی میگه تنگه؟ اتفاقا گشاده است، رفت تموم شد. بیا اینم کلید گاف صندوقه، اسناد تمام ثروت من که عبارت از 15 کارخانه، چندین ساختمان، به اضافه 8,000,000 تومان پول نقد که در بانکه، در اختیار تو و دخترم مهتاب خواهد بود. پدر شما نباید همه اینا رو به دست این بسپارین. منظورم اینه که این خودش 1,000 تا کار داره. من کجا 1,000 تا کار دارم؟ یه دونم ندارم. بفهمو پدرم. پسرم از امروز تو باید رئیس کارخانه باشی. همین حالا با مهتاب میرید کارخانه، خودت براش نطق محکمی میکنی که ازت حساب ببرن. اگه میخوای این ثروت همیشه برات باقی بمونه باید شب و روز از کارگرها کار بکشی. فهمیدی پسرم؟ بله پدرم. پدرشونو در میارم.
کاری میکنم که روز 3 ساعت اضافه کار افتخاری بکنم. در غیر این صورت با یه تیپای بیرونشون میکنم. آفرین پسرم. بلند شو خانه رو بدون سرپرست بگذاری. ولی آخه پدر جون بریم عزیزم، مگه نمیدونی کارخونه بی سرپرسته؟ این پسره گردن کلفت تا حالا ندیده بودم، اصلا نفهمیدم چه وقت نامزد دخترمون شده. خلاصه اگه دیر به جنبی ممکنه تمام نقشه‌هامون به هم بخوره. از اینجا جنب نمیخوریم تا بیاد بیرون حسابش برسی. برانن اینو بگو زودتر ماشین حاضر کنه بریم کارخونه. ماشین حاضره، بفرمی. خوبست، خوب شد یادم میاد. در ضمن از امروز حقوق اون دو تا باغبون اضافه کنی. اون لالیه 2 برابر، اون پیرورده 4 برابر. خب خانم دیگه معمولیت ما تموم شد، بفرمایید. این کلید گاف صندوق پدرت، اینم انگشتر جاده آبادون. حساب شده چه در نمیاد. بهتره بذارین انگشتر سر جوش باشه، البته فقط برای 1-2 ساعت. دیگه من چی؟ شما به پدرم قول دادین برین کارخونه، ممکنه تلفن کنه بپرسه. آخه خانم من کار و زندگی دارم، باید برم اصفهان. خواهش میکنم، تا 1-2 ساعت دیگه نامزدم میاد و شما از این گرفتاری راحت میشین. کلی گاف صندوق من بفهم برین. بدبختی پیدا کردم، من که نمیتونم رئیس کارخونه باشم. باید دیدم همون اسفانیه بود، بریم دنبالش. یه جایی خلوت بکشینش پایین، انقدر بزنینش که رای خونه همو گم کنه. مواظب باشیم به دخترمون صدمه این نرسه. بریم را بیا. شاید بنزین تموم کرده باشم. بشین تا هم بیام. این ماشین چرا اینجوری وایساده؟ یه جاده از این وریه؟ چرا رو به قبله وایسادیم؟ جاده اینجوریه یا اینجوریه؟ ماشین عیب کرده است؟ خودتون عیب داری؟ چه لال شدی؟ فرهاد بگی مگه عرضه نداری بزنیشون؟ چرا بابا نگاه کن چی میگن. آی دماغم یالا بلند شو خودت به موش برده گیر از بلند شو بنام. یالا دو شد در بخشی مرتب بلند شو خود بنام. پد سوخدای گردن کلوب دیمی بابا. متشکرم، خوب حسابشون رو رسیدینا. من فکر نمی کردم اینقدر با اقتدار باشین. پس خیال کردی فقط پدر دو سردار اقتدار است. بیم بریم لب جوی آب. بیاین اینجا دست روتون رو تمیز کنیم. چی دوره اصلا لخشم برم تو آب شنا کنم؟ نه، شما به خاطر من خیلی خودتون رو به زحمت انداختین. قابل نداره همشیره، ما کاری نکردیم. چرا؟ شما نسبت به من خیلی جوان مردی کرد. شما خیلی خوبی. خودم میدونستم. جون چیزی من خانم کارخونه دیر میشدم. آه راستی فراموش کردم، بریم. کارگران عزیز و شرافتمند، درود فراوان من و سردار اقتدار به شما و بازوهای توانای شما. از امروز قرار شده من رئیس و سرپرست همه شما باشم.
اما واهمه نداشته باشین، چون منم از شما کارگرم و کارگره که میتونه به درد کارگر برسه، نه سردار اقتدار گردن کلوف. چی داری میگی؟ از امروز حقوق همه شما اضافه میشه و مطابق قانون کار همه باید 8 ساعت کار بکنین و هیچ کس حق نداره از شما اضافه کار مجانی و بدون مزد بخواد. چه حرفایی که پدرم زد نمیگی؟ الان میگم کارگران عزیز، ببخشید، من از شما انتظار دارم که کارتون رو با دقت و دلسوزی انجام بدین تا مصنوعات مملکت ما به تمام دنیا صادر بشه. منم قول میدم همونطور که شخص اول مملکت اراده فرمودن، شما رو در سود کارخونه شریک بکنم. این حرفا چی بود زدی؟ چرا اون چیزاییه که پدرم گفت نگفتی؟ بنده همیشه حقیقتشو میگم، یک زیر باری تقلب نمیرم، چاخان و دروگو خودی اون بابات است، پشتی هم انداز جنابی آقات است. بشینم تو حق بازی، همین دروغی حالا میبینم که خیلی دروی. بابام پول داره خیلی. خب به من چه؟ بابام مهر داره خیلی. خب به من چه؟ به تو چه؟ هیاهو داری خیلی. خب به تو چه؟ میدونی چیه تمشیره؟ اصلا دیگیر انگشت درت رو من نمیخوام، من دل بری زیبا و سیمین تن نمیخوام، اینم کلید بگیر برو ما را رها کن، برو با هر کس که دلیت میخواد وفا کن. بگیر انگشت درت رو در نمیاد، در نمیاد، در نمیاد. بگیر مال پدرت رو در نمیاد، در نمیاد، در نمیاد. کلید دارت نمیشم، وای نمیشه، وای نمیشه، وای نمیشه. میشه خریدارت نمیشم، وای نمیشه، وای نمیشه، وای نمیشه. دیگه یارت نمیشم، وای نمیشم، دم تی بی تیم پیاده میشم. برو تی بی تی. سلام پدر. سلام دخترم. پسرم کجاست؟ نمیدونم پدر، رفت. رفت؟ چرا گذاشتی بره؟ چه میدونم، دلش خواست، لابد کار داشت. چه کاری مهمتر از کار من و توست؟ چه کار کردید؟ چطور شد؟ ها؟ تورای کارخونه 3 نفر جلوی ماشین رو گرفتن، میخواستن فرهاد بکشن. عجب. ولی اون همشون رو زد و رفت. آفرین، پس معلوم میشه مرد شجاعیه. ولی خوب حرف نزد، من از طرز حرف زدنش با کارگرها هیچ خوشم نیومد. سخنرانیش اصلا مهم نیست، کسی که تونسته 3 نفر رو مغلوب کنه حامی خوبی برای توست دخترم. برو زود بیارش. برو. ولی آخه پدر جان. گفتم برو. بله مهتاب خانم، خواهش میکنم بیشتر از این پدرتون عصبانی نکنی. برو. برو به مهتاب خانم بگو بیاد اینجا. بگم شما کی هستی؟ من بهرام، نامزد مهتاب خانم هستم. نامزد مهتاب خانم؟ دیدی ما چه تو گرفتم؟ یعنی برو از اینجا بیرون، حق باز. مهتاب خانم خودش نامزد داره. چی میگی؟ برا کتوله، غیر از من کی میتونه نامزد مهتاب باشه؟ نمیذارم از اینجا جام بخوری. به قد من نگرم کن. به من میگم رشید خان، این حق باز میگه من نامزد مهتاب خانم هستم. از استقبال گرمتون متشکرم. بهرام خوب شد اومدی، بیا بریم نامزدمو بیاریم. چی نامزده؟ آره فعلا جای این حرفا نیست، بیا تو را برات تعریف میکنم. بیا منو با ماشینت ببر. فرهاد مسافر اصفهان. بس بابا برو. نگردان نگردان. دفت
سب کن من سوار بشم، سب کن. چرا اینقدر دیر تشریف میارید؟ چقدر باید داد بزنید؟ من اصلا صدا شما رو نشنیدم، یه خورده بلندتر داد بزن آدم بفهمه. یعنی حنجره من پاره بشه؟ ای بیداره؟ بفرمایید بالا. حالا شنیدی؟ من که چیز نشنیدم. فرهاد باز چی شده؟ لابد نومزدی باید یه سر دیگه تجدید بشه ها؟ آره پدرم فوری شما رو خواسته. لا اله الا الله بر اون پدر. آقا چی کار داره میکنه؟ آخه خانم من اسمم کار زندگی دارم. خواهش میکنم پدرم اصرار داره شما رو ببینه، میدونین که دم مرگه. خانم جونم داره دست این آقا به لبم میرسه، تکلیف من چیه؟ اینم راست میگه، پدر شما دم مرگه، اینم از دست من جونش به لبش رسید. من نمیدونم تکلیف من با این دو تا مرده چی چیه. خواهش میکنم فردا برین اصفهان. آقا جان اتوبوس معطل، خواهش میکنم. وقتی که خانم میگه بیا بیا دیگه پسر. به شما چه مربوطه؟ خانم ایشون راننده تازه شما؟ نه این بهرام نامزد منه. پس یه آقا نامزد اصلیه. خوشبختم، منم نامزد بدلی ام. سلام علیکم. دستت خب، یه نامزد اصلی که تشریف آوردن با ما کاری نداری، خداحافظ شما. لابد کار دیگه ای باهات داره، یارو بیا سوار شو. انگار نوکرش رو قرض میده، قیافش مثل برج زهرمار میکنه. بابا چرا اینجوری میکنی؟ کیف من نبود منو به جای این جونور قالبم کردین؟ حرف دهانتو بفهم، یالا برو سوار شو. چی دستورم میده؟ من اصلا نمیام. با اون چی کار داری؟ من از شما خواهش میکنم. میام به شرطی این آقا دنبال ما نیاد. پس میفرمایید بنده باید خوشو برم؟ بلیط منو بگی برو اصفهان، آب و هواشم خوبه. پس آقا بفرمایی الله سوار شو. برو بابا. یالا بیا سوار شو. باز دستور میده؟ من نمیام خانم. خواهشم بیا سوار شو. دی برام تو حرف نزن. بالاخره تکلیف ما چی میشه؟ ما دو سه ساعت منتظر ما باش، ما برمیگردیم. بفرمایی. آی مرده من دست این مسافر اسپانی. برو شنن نره خر، برو دیگه. کلید انگشتر بده. کلید انگشتر دیگه چیه؟ باز تو حرف زدی؟ من نمیام خدا، نمی. بهرام ده حرف نزنده. پس میفرمایید بنده چیکار کنم؟ فشار. بله دیگه. برو کنار. خبر تلفن من مریضم. این دیگه که پسرم. اینه. این راننده منه. چی داری بگی؟ اینه. این بهرامه. آقای سردار اجازه بدیم خودم حقیقت بهتون بگم. من نامزده. این نامزده. نامزده اون خانم پرستار. چی؟ نامزده؟ بله. خانم پرستار اومده تو اتاق من چی کار میکنه؟ لاباد اومده نامزد بازی رو کنه. میکنه. بله. آخه اونم پدر مثل همه ما. اینجا جای نامزد بازی نیست، برو بیرون. بله بیارو بیرون. آدم جلوی مرده نمزد بازی میکنه. چی؟ منظورم اینه که آدم جلوی مریض که نمزد بازی نمیکنه. برو تو باغ به اون گندگی. یاله خواهش میکنم آقا. خانم پرستار ممکنه خواهش کنم با نامزدتون برین تو باغ؟ بله البته. بله بریم تو باغ. گوشه باغ، ته باغ. بریم تو باغ. باغ به اون گندگی ول کرده اومده اینجا چیز میکنه. چرا با مهتاب قهر کرده بودی پسرم؟ آخه اذیتم میکنه پدرم. تو باید دیگه اینجا بمونی پسرم. چشم، حالا که اصرار میکنید میمونم پدرم. بهتاب برو بهترین اتاقو در اختیارش بگذار. ولی آخه این خونه دیگه مال خودش، برو جونم. آخه این نمیتونه اینجا بمونه. چرا نمیتونم بمونم؟ میمونم. بیا بریم عزیزم. مگه نمیدون نباید بالا سر مرده چیز مریض نباید اینقدر وراجی کرد؟ اتاقم کجاست؟ چرا معطل؟ ببر نشونش بده. بیا بریم عزیزم، بیا بریم اتاقمو نشون بده. بیا بریم. خب حالا که نامزد علکی شدیم اجازه بدیم این گلو به شما تقدیم کنم. متشکرم. پس اجازه بدیم منم این گلو به شما بدم. مرسی. ولی خدا کنه نامزدتون نبینه. نامزد شما چطور؟ فعلا که ندارم، تو نوبت خوابیدم. نفهمیدم اتاق سفارشی دو قبضه که پدرتون فرمودن همینه؟ بله همینه، بهتر از اینم نداریم. بله اینم پیژامتون، بهتر از اینم نداریم. قربان. دست شما درد نکنه قربان. سر شما درد نکنه قربان. شما چی باشی قربان؟ من آدمم قربان. خوبه، شغل شما چیه قربان؟ بنده پیش خدمتم قربان. خاک بر سر قربان. چرا قربان؟ یه ساعت بیخودی دارم به این تعظیم میکنم. خب پس اتاق بهترزین نداری؟ نه خیر. پیش خدمت بهترزین هم نداری؟ نه خیر.
بی جامعه به ترزین هم نداریم. نه خیر. این کلید اینم انگشتر جاده آبادی دو من رفت. یه دقیقه صبر کن. خیلی خوب. حالا میرم یه اتاق بهتر برات تهیه میکنم. این پیشقدم عوضش بکنی. مگه من چه بیدارم قربان؟ تو نصفه قربان. حاضر شدی عزیزم؟ آره. بریم. لباسم چطوره؟ خوبه، هرچی تو بپوشی بهت میاد. حال پدرم چطوره؟ بد نیستن، خوابیدن. شما کجا میرید؟ میریم کابارای کازبا شام بخوریم. اگه پدرم سراغ منو گرفت، فوراً به من تلفن بزنیم. خیلی خوب. خداحافظ. خدا. خانم چرا اینجا وایستین هوا میخورین؟ داشتم بهرام و مهتاب خانم رو نگاه میکردم. کجام؟ پچه من نمینمشون. نکنه رفتن لاده رختا؟ نه، رفتن کاباره. چی باره؟ کاباره رفتن. رفتن شام بخورن و برقصن. برقصن؟ غلط میکنه اون گردن خلوف با نومزد من برقصه. الان میرم همه چیز رو به سردار میگم. سردار تازه الان خوابیده، ناراحت میشه. من میدونم کجا هستن. اگه بخواین من شما رو میبرم پهلوشو. بفهم بریم. آخه اینجوری که نمیشه، باید بریم لباسمون عوض کنیم. الان میپوشم. بهده سوخته رفته با میمزد من برم. چی؟ تو اینجا چی کار میکنی؟ دلم نرمه نوزدم و تحنه بذارم. حالش ما چطوره؟
خانم بفهم بشین بفرمایید. مهتاب خانم معذرت میخوام، من برای اینکه ایشون حقیقتو با آقای سردار نگم ناچار شدم بیارم ایشون. دیگه از دست تو حوصله‌ام سر رفته. جهنم، روزی 200 تا دیزی سر بره بذار حوصله تو هم سر بره. حالتو خوبه؟ یالا بلند شو از اینجا برو بیرون. اومدی اینجا چیکار؟ تو اومدی اینجا چیکار؟ یالا برو بیرون. حالش ما چه دوره؟ من با نامزدم مهتاب اومدم. منم با نامزدم آفتاب اومدم. حالت خوبه؟ گفتم مهتاب نامزد منه، میفهمی یا نه؟ این کته. اگه راست میگو نامزده ببینم. دیدی نداری؟ ملازه فهموزی دروغ میگه. حالا این نامزده من میبینی چه گنده است؟ خانم ها میبینی؟ درست مهتاب خانم؟ حالش ما چی داره؟ حالا که معلوم نیست کدوم یکی از ما نامزد شمایی، من رفتم. منم بلاخره ما نفهمیدیم نومزد اصلیه کدوم. همین ثانیه است بزنیم دخلشی بیاریم. کمک نمی خواهم، من خودم تنه پدرشو در بیارم. کمکش بکنم. بزنیم ما رو تنه گذاشت در رم بی بینمش پدرش در
چه سودت این بادی کمی کن دل نوازی دلم خیلی گرفته تو قلبم قصه خوبه تو قلبم چشمان من تو را کند افزون روز تو کند همچو شب گیسوی سیاهم دل نوازم و خوش ادا ببین چه دل خواهم چو آتشی گرم سوزان منم چو افتر شب روزان منم نهان مکن دل به من دادی براهم دل نهادی چو آتشی گرم سوزان منم چو افتر شب و روزان منم تویی که در دامم افتادی نهان مکن دل به من دادی براهم دل نهادی هم که آتشم بس چه سر کشم بس که بهت ندارم مرمرین کنم عشق گرمنم چون گل بهارم اونجا رو ببینی این تو چه معلومه اسم نامزد شما خیلی به شما علاقه داره دار برو تو پرستار به عوض پدرتون داره از نامزدتون پرستاره میکنه چه تقلایی هم کنه همچه آتشم بس چه سر کشم بس که بهت ندارم مرمری کنم عشق گرمنم چون گل بهارم خسته نباشی تو هم اومدی؟ نمیخوایم برمیگردیم تو همین حالا میتونی برگردی اما قبل از اینکه برگردم یه بدهی به شما دارم اجازه بدین تقدیم دو کنم چه بدهی؟ الان خدمت رو عرض کنم بله قربان این چی چیز داده من پوشیدم این مال پدر بزرگ آغاز قربان شده بزرگ آغاز پس اون چی تو پوشیدی این مال خود آغاز قربان من خلقم تای میشه توی اتاق کوچیک نمیتونم بخوابم این اتاق خیلی خوبه قربان قبلا مال بنده بوده قربان اصلا برای تو زیادم بوده تو آدم حساب نیستی من میرم تو اتاق اون اتاق مال خانم پرستاره پرستار همونجا پیش سردار بخوابه شما دیگه خسته شدین برین بخوابید اگه لازم شد من صداتون میکنم متشکرم شب بخیر شب بخیر جونم
خوابیده. شدم تا اون بعدی بس دیگه خودتو به خواب نزن. بلند شو بلند شو وسط مشروب بردم. نکنم چی به تسخوتی سیا میگم بلند شو خانوم پرستار مامانی من، میخوام راجع به آیندمون صحبت کنم، آینده شیرین زناشوییمون. چی میخوای بگوی عزیزم؟ عزیزم میدونی چقدر دوستت دارم همسر آینده من. میگه مهتاب خانومو دوست نداری؟ دوستش داشتم، اما از وقتی که اون مردی که یه بیشور گردن کلوف نامزد علکی شده ازش بعدم اومده. اجازه میدیم ببوسمه؟ آره عزیزم. بده من لبو. بیا این لب. بای ماما بیا مان مرد چه دست سخته اومده من رو باش بکنه کجاست؟ ده بیا نامم بکن بکن ده بیا پدر سخته چی مامان بیا چه خبر شده باشه؟ نصف شب این نره خر اومده بالا سر من. امشب توی خونه همه میرن بالا سر هم دیگه، من کجا برم؟ منم برم من میرم توی اتاق میخواه. یه جمع بوده بودم لبم گاز گرفته بود دست سوخته خجاله. صبحونتون حاضره قربان بفرمایید. چرا اومده جلو دست من؟ ببخشید مدرد میخوام خودم به دست شما. صبحونتون حاضره قربان. یه بالا تخمه مرغ، نیمرو، مربا، پنی، کره، چیه؟ حالا بیه بالا تو بابا بده من لست تو قربان بفرمایید صبحونتون حاضره. جهنم حاضره با خودم خفه نشم. بیه بالا بده من لست تو بالا قربان بفرمایید. من نمیخواستم شما رو بندازم تو آب. این شدی؟ مهم نیست، من واتر پروفم قربان. بیبری اینا کی هست؟ مهتاب خانم و بهرام خانه. کجا میرن؟ خانم هر روز صبح یه ساعت میرن اسب سواری. اسب جناب سردار حاضره، اگه میل دارید شما هم بفرمایید. آره میرم. یالا برو ببینم. آقا من که اسب سردار نیستم. از کجاست؟ سر طویله. بیبری شالا چقدر فهمیدی شما. قربان شو تو کردن ندارم. قربان مثل اینکه شما سواری بلد نیستی. قربان شو من بلد نیستم، من خودم یک کس سوارم. یک کس سواری؟ خب بفرمایید من چه جوری سوار بشم؟ بفرمایید برون گم شما. اینم گه از تو شما که یک پیاده شدین. بفرمایید بالا حالا دیدی چرا سر تنش از این قربان سرش اون بره سر حد اون بره. پاش پرد کنی تو بدی من دست رو. نمیخوام بدم. دست رو بدی من. نمیخوام. پایش بکنم. خیلی خوب. حالا هی کنیم بریم. یالا. یالا برو نه. یالا. دوباره دیگه. یالا دوباره. برو صاحب مرده. آقا خواهش میکنم به حسب سردار بی احترامی نکنید. ایشون غیر از رفتای دیگه با شخصیت هن. نکنه اینم سردار سنگوب کرده. شما اجازه بدید من همین الان براتون راش میندازم. جناب آقای اسب گوشتون به عرایض بنده هست؟ خب آره. آقای اسب تقاضا میکنم آقا رو ببری و زود برش گردونی. مرسی. تو چند بمون بلدی؟ سه چهار زبون برو بینم. ای ای یلا بینم به سلامت آقای اسب.
ولش کن بابا. نه، ممکنه بره همه چیزو به پدرم بگی. دنبال سرنوشت و زندگیم، میرم جایی که یه جو حقیقت وجود داره. تو حالا نباید بری، پدرم بیدار میشه باز تو رو میخواد. من نمیتونم بیشتر از این اینجا بمونم و شاهد دروغگوی و ریا و تزویر باشم. مگه چی شده؟ شما چی میفهمی؟ کسی تو کادیلاک به دنیا بیاد و صاحب میلیون ها ثروت باشه، احساسات دیگرون براش معنی نداره. فرهاد نرو، من هنوز به تو احتیاج دارم. پدرم الان بیدار میشه سراغ تو رو میگیره. بهرام خان خدمتتون هستم. مطمئن باش وقتی پدرت حقیقت رو بفهمه به داشتن دامادی مثل بهرام افتخار میکنه. فرهاد، فرهاد نرو، صبر کن، خواهش میکنم، بذار باهات حرف بزنم، خواهش میکنم. ولش کن، بذار بره مزاحم ما. اصلا اینو از کجا پیدا کردی؟ اون هر کی هست از دلش حرف میزنه. بسیار خوب، مزاحم نمیشم. عصبانی شدی؟ اوه نه، هیچ ناراحت نشو، اصلا مهم دارم هیچ وقت عصبانی نمیشم. مهتاب خانم، پدرتون شما رو میخوان، عجله کنی. خیلی خوب، الان لباسمو عوض میکنم میام. بابا شما رو مرسی، زبونی نکن بابا، خدا حافظم، رفتم اسلام. خدا کجا میری؟ وایسا بینم، نمیتونم وایسا، یه چیز رو بینم تحمل نمیتونم بکنم. من از روز اول میدونستم که اینجا نتیجه اینه میگیری. برو بابا، برو اسفهمون به چسب کار و زندگی، اونجا برات بهتر است. خوش اومدی بابا، به خدا سپردمت. برو جانم. این نسخه رو فورا بدید ببینم. بسیار خوب. حال پدرم چطوره دکتر؟ حالشون بد نیست خانم، خیلی بهترن. سلام پدر، حالتون چطوره؟ دخترم، میدونی دکتر تا امروز به زور دوا و اکسیژن منو نگه داشته، اما دیگه حس میکنم امروز آخرین روز عمر منه. نه پدر، این حرفو نزنی. دلم میخواد تا زنده هستم هر روزیه تو با فرهادو ببینم. ولی پدر، تا شما خوب نشین من عروسی نمی کنم. اگه میخوای خوشحالشم، همین امروز باید مراسم عقد تو انجام بشه دخترم. مهتاب خانم، بهتر قبول کنید. مهتاب خانم، هر پدری آرزو داره عروسی دخترشو ببینه. بیاین، عجله کنید. آخه اون رفته دیگه بر نمیگرده. اگه شما دنبالش برید اون بر میگرده. من میدونم اون شما رو دوست داره. برید. عجله کجا را؟ به اون چی کار داری؟ میشه منو با ماشینت ببری این نسخه رو بپیچم؟ به شرطی که بعدش هم با هم بریم یه جا یا قهوه بخوریم. باشه، بریم. بابا نیستش، برو، همیشه لنگه اینی. آقا نگرده، بابا نگرده، همه تو دستو میده بهش بره، مگه نه اینی من اونجا وایستادم.
بابا صد دفعه داد اسم شما رو گفتیم جواب ندادی. اگه داد بزنی که من میشنفتم. داد زدن نمیخواد. ملایم بگو مسافرا سوار بشن، ما هم سوار میشیم. خیلی خوب آقا، بفرما سوار شو. بلندتر بگو آدم بشنوه اقلا. عجب، بفرما این سوار شد. من که چیزی نشنفتم، اصلا صداش در نمیاد گردم. فرهاد، فرهاد چی شده؟ لابد باز پدر سراغ منو گرفتی که برگردم خونه. نه این دفعه نمیخوام به خاطر پدرم برگردی، خودم میخوام برگردی. من دیگه نمیتونم تو اون خونه بیام و آلت دست شما باشم. آدمای مثل شما فقط به خودشون فکر میکنن، احساسات دیگرون براشون ارزشی نداره. باور کن اینطور نیست، حقیقت چیز دیگه ایه. تو خونه شما حقیقت وجود نداره. چرا؟ داره. حقیقت اینه که خودم به تو احتیاج دارم. بفهم سوارش. فرهاد متشکرم، متشکرم. ای با ماک مگه مفته است؟ چه خبره؟ قربان، آقا برای انجام مراسم عقد همین الان تشریف میاره. بسیار خوب. قربان، خیاطم لباسه عروس خانم آوردن. بیان ببینم. بیان تو. سلام علیکم. بیا جلو پسرم. چشم بدارم. بیا. او پسرم بنشین. چشم بدارم. چیزای اژدها تیزه. بنشین. میل دارم همین حالا تو با مهتاب عروسی بکنی پسرم. چشم پدرم. چی پدرم؟ تو خوشحال نیستی پسرم؟ چرا پدرم؟ شما مطمئن پدردون اینجاشون چیز نشده؟ بله کاملا مطمئنم. چرا عجله نمی کنی پسرم؟ من دارم عجله می کنم پدرم، اما بعدیش اینه که مهتاب دختر شما عجله نمی کنه. اتفاقا عجله من از شما زیادتره. چرا بایستدید به هم نگاه میکنید؟ آخه همینطوری که نمیشه با دختر شما عروسی کنم. شما هنوز خانواده من ندیدین. اونا هر کی باشند مورد احترام منند. آخه حقیقت زندگی من چیزی دیگه است. حقیقت زندگی تو در خودت خلاصه شده و خودتو رو هم من پسندیدم پسرم. خیلی خوب، اما من باید اول از پدرم اجازه بگیرم و اونو که باید شخصا بیاد اینجا و مهتاب از شما خواستگاری بکنه. کجاست؟ اصفهانه؟ نه اتفاقا همینجاست، نزدیکه. چه بهتر، برو بیارش. عجله کن. آخه زود باش پسرم. چشم پدرم. چیکار کنم؟ چی؟ من بیام دختری سردار اقتدار رو واسه تو خواستگاری بکنم؟ مگه دیوونه شده ای پسر؟ نه پدر، سردار دیوونه شده است که میخواد این کار بکنه. اون هم خودش رازیست هم دختره. ممکن نیست، اونا میخوان تو دست بندازن. آخه چطور میشد قبول کرد سردار اقتدار راضی بشه دخترش بدر پسری یه باغ بود؟ درست است بابا، منم به اونا گفتم حقیقت زندگی من چیزی دیست. گفتم شما خانواده من هنو نیده. گفتن اهمیت نداره. من که باور نمی کنم.
بابا میدونه حقیقت چیه؟ سردرد در مرگه. بی خودم از ما خوشش اومده. میخواد دخترش بده من که بعد از مرگش تنها نباشه و ما ازش نگهداری کنیم. فهمیدی؟ تو هم مانع سعادت من نشو. بلند شو زودتر لباس پلو خوریادو بپوش. بریم پیش سردار از دخترش خواستگاری کن. بلند شو تا تنور گرمه. یالا بابا. همه چیز مرتب باشه که وقتی پدر داماد عزیزم تشریف میارن ازشون خوب پذیرایی بشه. همه چیز مرتبه قربان. بسیار خوب. پدرم، اون پدرم اجازه میخوام بیان تو. قدمشون سر چشم. تشریف بیارن. برید با احترام واردشون کنید. اون پدرم بفرمایید تو. سلام. خوشم. پدر تو اینه؟ باغبون من؟ بله. پس تو پسر مسیح الله باغبونی و خودتو به جای یک ملاک به من قالب زدی؟ بیشور حق باد پس فطرت؟ این مردیکه یه بیشور پدر توه؟ تمام این مدت تو منو آلت دست خودت کرده بودی. برید دوش از جلوی چشمان دوشید. برید بیرون احمق. جناب صدر خواهش میکنم عصبانی نشید. برای قلبتون مضر. عصبانی نشید. خواهش میکنم. آقای پیر خرفت احمقم. حالا دیگه اینقدر جرأت پیدا کردی که بیایی از دختر من خواستگاری کنی؟ مردی که نمک نشناس حمال. چرا وایستادی؟ گفتم این کسافت رو با تو سری از خوری من بیرون کنید. برید بیرون. به پدرم دست نبست. برید بیرون. بیرونشون کنید اقه بازارو. برو بریم. آی قلبم، آی قلبم. راه محقت کردی و با یک باقبون زاده نامزد شدی. پدر حقیقت غیر از این چرا تقصیری نداشت؟ نامزد حقیقی من کسی دیگه است. من حالا همه چیزو براتون میگم. از خونه سردار میتونم برم، اما این گلا رو چجوری میتونم ترک بکنم؟ بسس بابا. سی سالست تو این خونه زحمت کشیدم و تو باعث شدی که با خفت و خاری از اینجا بیرونم کنم. عیبی نداره، تو بهتر از من اینا رو میشناختی. بیا بریم. اینا کجا میرن؟ آقا دستور دادن پدر و پسر رو جفتشون از خونه بندازیم بیرون قربان. هرچی بگیم. پس فرهاد پسر این باغبونه بود؟ خوشحالم که بالاخره همه چیز روشن شد و به جای اون باغبونزاده کثیف تو عیانزاده اصیل و شریف داماد من میشی. آرزو دارم تو دخترم مهتاب و خوشبخت بکنی. ببینم آقا برای مراسم عقد آمده؟
برای انجام مراسم عقد تشریف آوردن. تشریف آوردن. خانم خیلی متشکرم. لطفا یه دقیقه بفرمایید بیرون. بفرمایید. یا الله. یا الله. سلام علیکم. علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. رشید خان. عموم حالش چطوره؟ الحمدلله خانم. الحمدلله. حالشون بهتره. اجازه فرموندن مهتاب خانم امروز عروسی بکنه. متشکرم. چطور شده؟ تمام نقشه‌هامون به هم خورد. مهتاب قرار امروز عروسی بکنه. عموی جون سختم هم هنوز زنده است. یه راه دیگه هست. چه راهی؟ ببین اگه عمو این دختره رو نداشته باشه وارث ثروتش کی میشه؟ خب معلومه بابام. خب بچه رو کلک دختر عمو تو نکنی ها؟ آره راست میگی. بریم. خب خانم عروس خانم بالاخره نفرمودی برای ازدواج با آقای بهرام جهان ملک راضی هستی؟ مبارک است این شوال. جناب سردار تشریف آوردن. تقدیم از میکنم قربان. یا الله. مبارک باشه فرزندم. امیدوارم هر دوتون خوشبخت باشید. چرا تو رو صورتت انداختی دخترم؟ ها؟ آخه خجالت میکشه قربان. خجالت نداره. بیا جلو میخوام ببوسمت. دختر عزیزم. چی؟ خانم پرستار؟ این دیگه چه حق بازیه؟ تو چرا لباس دخترمو پوشیدی؟ مهتاب خودش اینجور خواست. مهتاب غلط کرد، برخلاف میل من رفتار کرد. کجا سالا؟ رفت دنبال فرهاد. اون به من علاقه ای نداشت. غلط کرد، بدون اجازه من رفت. همه چیز تو این خونه برخلاف میل من انجام میگیره. اون پسر چه لیاقتی داشت؟ خواهش دارم عصبانی نشید قربان، براتون خطرناکه. چرا باید دخترم هم بره دنبال یک باغبون زاده؟ چرا؟ آقای سردار، عشق دیگه سرمایه دار و گدا نمیشناسه. همینطور که من عیانزاده ترجیح دادم با یه پرستار زندگی کنم، دختر شما یه باغبون زاده رو به من ترجیح داد و رفت دنبال دلش. سرعت کجا داره میره؟ نمیدونم. دفتر تی بی تی رو اتون چکار کنه؟ بالاخره معلوم میشه. تا دیدی یه جای خلوت و مناسبه بهش برس همونجا کلکیشو بکن. چی جلو ماشین من؟ خانم این چجور ماشین روندنه؟ نزدیک بود همه رو نفله کنی. ببخشین آقا، فرهاد بیا پایین کارت دارم. باز دیگه چه کلکیه؟ خواهش میکنم بیا پایین. نمیام پایین، همینجا خوب است. فرهاد از تو خواهش میکنم. لا لا بشین سری جات. مشهد الله با خود شما هم کار دارم، خواهش میکنم بیاین پایین. نه ما با شما هیچ کاری نداریم. آقا جون بفرمه پایمینین چی کار داره؟ اون کار زندگی داره. بلند شه یه دقیقه بریم پایین بابا. ببخشید آقای راننده. هر کاری دارین زود با شما با سر موقع برسیم. چه فرمایش داره خانم؟ شما با چه روی میخواین با من صحبت بکنین؟ یادتون رفت پدرتون با چه خفت و خاری من و پسرمو از خونه بیرون کرد؟ من از طرف پدرم از شما معذرت میخوام. شما ها که اونو میشناسید، اون جز پول به هیچی فکر نمیکنه. اما من اون نیستم.
من شما رو خیلی دوست دارم، باور کنید. این دوستی فایده نداره. شما عیون‌زاده هستید، پسر من باغبون‌زاده. زندگی شماها هیچ وقت سر نمیگیره. همونطور که بعد از 30 سال خدمت منو مثل یه سگ از خونتون بیرونم انداختین، یه روزی هم نوبت پسرم میشه. اینطور نیست، به خدا اینطور نیست. من میخوام با پسر شما عروسی کنم. فرهاد، لااقل تو حرفای منو باور کن، به پدرت بگو. پدرم، گوش کن. اگه بخواد دلت به رحم بیاد و بری دنبالش، دیگه پسر من نیستی. یا من، یا دختری سردار اقتدار. خیلی متاسفم، من نمیتونم پدرمو ترک کنم. خداحافظ. بره میره. یالا بچه ها سواشین تقریبش کنیم. آقا جون میای بالا یا نه؟ ما کار زندگی داریم. پدر اینا همونا بودن. کیا؟ مثل اموی مهتاب و داردستش، همونا که میخواستن چند دفعه منو بکشن. الان هم میرن یه صدمه مهتاب برسونن. امام مربوطیست، بیا بالا بریم. چی میگوی بابا؟ چرا ما مربوط نیست؟ بابا اینجا دیگه پای عشق و عاشق این چیزا تو کار نیست. وجدان و مردونگی در میونست. ما باید این دختر بیچاره از چنگ اینا نجات بدیم. بابا آقای راننده، شما یه کار بکنید بلکه بتونیم دختر رو نجاتش بدیم. من چی کار میتونم بکنم جز اینکه اتوبوس برگردم؟ اونم که ممکن نیست مسافر اجازه بده. خانوما، آقایون، جونی زن در خطر است. همه تون ناموس دارید، خواهش میکنم اجازه بدید برگردیم، به کمک این زن بریم. انصافا چی سرمش؟ آقایونا، چرا ساکت نشسته این؟ یه زنی بیچاره جونش در خطره، نمیخواین نجاتش بدین؟ پس انسانیتتون کجا رفته؟ من که حرفی ندارم. منم حرفی ندارم. آره حق با توه. راست میگه بابا، برگردیم. فکر کنید خواهرتونه. برگرد بابا. آقای راننده برگرد، خودم پدرشونو در میارم. آره بابا، آقای راننده برگرد. حالا که موافقی رفتیم، سب بشینه خواهش میکنم. خاطر جمع باشه، الان مثل هلیکوپتر میرسم بالا سرش. سب بشه امینه. یالا تونتر، از پیچ که رد شد بپیچ جلوش. سب بشه امینه. یالا بشینش تو باشی، زود باشین. بیا پای مینم. بیا پای مینم. خوشگله. بیا پای مینم. شرف دیگه پای مینم. یالا دیگه. بیا بیا بیا. یالا زود باش. همون آنت باشی کشترش بیرون. تو کارم بکنم. یالا زود باش پیش برست. بچم رکومتو به کارم برستم به. کنیم بگرکم تو شب برو الان بیرسم. ای خود بیا خود بیا برو دیگه بابا انداختم تو بیرانه. دست من نمیتونی درم، سب بشه نمیرم. دنده هوارم زدیم به امید خدا. برو تو بیابون، اتوبوس نمیتونی بیاد. انداختم تو بیرانه. کره ما هم برم بهشون میرسیم، سب بشه نمیرم.
کمی تو سرباره داره میاد دو بالمون دیگه چیزی نمونده به اون برسته بچم دیگه تو حالا میگیرم سو تف بشنه بنه چجوری برم بنزین تموم کرد بلا شدیرم ما باید نباشی باید بیادشی برم کنیم یالا بیرین خان باری تام جلو بیا یا کسی رو صدا بکنی اینو میکشم چی کارش داری؟ حرف اضافه چی چیه؟ به تو مربوط نیست این دختر اونو خودم میدونم ای آره درسته تو به سر اون مهتاب خانم هست من خیالش هم یه آدم بی پدر و مادری هستی حرف دهن تو بفهم برو گمشو چشم معذرت میخوام نجدا خودم خب خداحافظ شما دست بده من برم نه پایین برو گمشو این خب چشم چه بد اخلاق خداحافظ شما برمان راستی ماشینتون پنچر شده اجازه بدید شما رو به اتوبوس برسونم بفرمایید گفتم برو گم شو خیلی خوب الان میرم گم میشم پسرمو و دخترمو هستید به من چه مربوطه هر کار خواستین بکنید سوخت شیلی برو بریم یالا برو دیگه چی داود همشه خوشحال نیستی عزیزم مهتاب نیومد هنوز نه ولی ممکنه با فرهاد برگرده آقای سردار بهتره که شما اجازه بدیم با هم عروسی کنن ممکن نیست ازدواج بایستی مطابق شئون خانوادگی انجام بگیره حالا که حاضر نشد با تو عروسی بکنه باید زن پسر برادرم بشه زن پسرموش؟ بله بله
با اینکه ازش ناراحتم، اما هرچی باشه اون از سبقه خودمه. اشرافزاده است. بفرما جناب سردار، این همه آقای اشرافزاده است. چی شده؟ این پسر برادر شماست، همونو که تو جاده کارخونه میخواست شما رو بکشه. یه ساعت پیشم خیال کشتن مهتاب رو داشت. راست میگه احمد؟ بله پدر جون. معذرت بخوام امو جون، اجازه بدین دستتون خم شد. بندازیدش بیرون. برو بیرون، شغال مرده. بیاره بیرون، بره بیرون. احمق نالایق. خب خداحافظ پدر سابقم. صاحب 15 تا کارخونه و شخصیت و انگشتر جد آبادی و خیلی چیزای دیگه. نگاش دارید دیگه چی کارم دارید؟ برای این که از امروز تو داماد من هستی. من خیال کردم میخوای حکم اعدام منو صادر بکنی. بسه دیگه. شنیدی پدرم چی گفت؟ شنیدم، اما یه خورده اشکال داره. چه اشکالی داره پسرم ها؟ رضایت اون پدرم شرطه. پدرم باید ازش معذرت بخواید. من ازش معذرت بخوام؟ بله، همونطور که شما شخصیت داری، اونم باقبونو برای خود شخصیت داره. مشیدالله پدر داماد منو با احترام وارد خونه خودش کنید. زود باشید. بریم عزیزم. چشم آقای دکتر، حس میکنم حالم خیلی بهتر شده. عقیده منم همینه قربان. خواهش میکنم کمکم بکنید که لباسامو بپوشم برم استقبال پدر دامادم. چشم.